اغلب انسان ها دوست دارند هدفمند دیده بشند معمولا هم هدفمند هستند یعنی شما هم که الان دارید این ویدیو رو میبینید آدم بی هدفی نیستید ولی یه داستان وجود داره اونم این هست یک هدف در بین جمیع هدف هایی که شما دارید بهش فکر میکنید وجود داره که اون هدف زیباترین جذابترین قشنگترین و اصلی ترین هدفی هست که شما باید دنبال اون هدف بگردید امروز و در این ویدیو میخوام در مورد مهمترین هدف زندگی همه انسان ها با شما صحبت بکنم تا پایان با من همراه باشید وقت بخیر دوستان جان همراهان دوست داشتنی امیدوارم حالا همگی خوب باشه من آیدین نامدار هستم اینجا یک پله بالاتر هست من در کانال یک پله بالاتر در حوزه رشد فردی و بهبود سبک زندگی با شما صحبت می کنم اگر به این موضوعات علاقمند هستید و هنوز به جمع 71300 71, نفری که این کانال رو دنبال می کنند نپیوستید الان بهترین فرصت هست یه دکمه سابسکرایب بزنید کنارش دکمه زنگوله هم در حالت آل قرار بدید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر می کنم یوتیوب شما رو با خبر بکنه خب میخوام با یک سوال خیلی خیلی مهم و اساسی شروع بکنم و از شما خواهش میکنم که حتما به این سوال فکر بکنید اگر دوست داشتید پاوز بکنید و در کامنت ها بنویسید ولی اگر در کامنت ها هم ننوشتید حتما به این سوال فکر بکنید چون فوق العاده فوق سوال مهمی هست فرض کنید که بین محل زندگی و محل کارتون یا محل زندگی و دانشگاه و محل تحصیلتون بالاخره بین محل زندگی و اون مقصدی که هر روز اونجا میرید فرض کنید که دو تا راه وجود داره یعنی شما از مسیر A یا از مسیر B میتونید برید و به مقصدتون برسید مسیر A مسیر کوتاهتری هست که شما رو سریعتر به مقصد میرسونه و مسیر B مسیر طولانیتری هست اما زیباتر هست درختان سرسبزتری داره چه میدونم خونه ها مغازه ها خود راه خود مسیر زیباتر هست شما مسیر A رو انتخاب می کنید که سریعتر برسید یا مسیر B رو انتخاب می کنید که در واقع یک کوچولو دیرتر می رسید اما مسیر زیباتری رو طی می کنید حتما به این سوال فکر کنید و در کامنت ها جواب بدید خب اغلب انسان ها مسیر A رو انتخاب می کنند چرا چون برای اغلب انسان ها سرعت از زیبایی اولویت بالاتری داره یعنی اغلب انسانها دوست دارن زود برسن کارشون رو زود شروع بکنن نه اینکه از مسیر زیباتری حرکت بکنند و زیبایی بیشتری ببینند و این یعنی اینکه اغلب انسانها در زندگیشون عجله دارند نه اینکه دنبال اتفاقهای زیبا باشند من خودم آدمی هستم که همیشه مسیر بی رو انتخاب میکنم خب فاصله بین خونه من تا استودیو استودیو در واقع یک پله بالاتر و دفتر مدرسه کسب و کار پله دو تا راه داره یکی خیلی نزدیکتر هست ولی یک کوچولو از بافتی از شهر عبور بور میکنه که من خیلی حالم باش خوب نیست بالاخره نمیخوام در مورد صحبت کنم اوکی نیستم باش ولی خیلی نزدیکتر هست مسیر دوم یک کوچولو دورتر هست یک کوچولو که نه حداقل یک و نیم برابر دو برابر دورتر هست ولی درختان سرسبز داره مسیر پیچ پیچی داره ساختمان های قشنگ داره مغازه های فوق العاده داره درسته بعضی از ساعات روز ترافیک داره اما اون ساعت صبح خیلی خیلی زودی که من میام ترافیک نداره فقط مسیر طولانی هست ولی زیباتر هست میدونید میخوام به شما بگم که اصلی ترین و اساسی ترین هدف همه ما از زندگی کردن باید لذت بردن باشه و این مهمترین هدفی هست که شما میتونید برای خودتون تعیین بکنید لذت از زندگی مهمترین هدف شما در زندگی باید باشه خب من میدونم که یه علم هدف گذاری وجود داره یک درس هدف گذاری وجود داره خود من بارها و بارها در این کانال در مورد هدف گذاری صحبت کردم بالاخره اینکه هدف باید تایم باوند باشه یعنی محدود به زمان باشه مقدارش مشخص باشه چه میدونم رسیدن نرسیدنش قابل قضاوت باشه واقع گرایانه باشه همه اینها رو میدونم ها اون هدفها سر جای خودشون هست یعنی اینکه شما بخواید وزن کم بکنید چه میدونم پایان نامتون رو بنویسید زبان جدید یاد بگیرید کتاب بنویسید کسب و کارتون رو راه اندازی بکنید این تارگت ها سر جای خودشون هستن ولی اینها به شرطی رسیدنی و به شرطی بعد از رسیدن قشنگ هستند که هدف اصلی ما مثل یک چتر بزرگ روی همه این هدفها گسترده شده باشه و اون هم لذت بردن از زندگی هست دوستان زندگی در معنای عامش عین از خونه بیرون آمدن و به محل کار یا دانشگاه رفتن میمونه در نهایت شما خواهید رسید در نهایت شما میرید و به اون دانشگاه به اون محل کار به اون محل مهمانی خواهید رسید اما... مسیر فوق فوقالعاده فوق اهمیت داره اینکه شما از چه مسیری و با چه حالی رفتید و به اونجایی که باید میرسیدید میدونید اغلب انسان ها ولع ماشین و خونه و شرکت آنچنانی و مسافرت آنچنانی و ساعت و عطر و ولع پول اغلب انسان ها ولع پول دارند آیا این چیز بدی هست؟ یعنی آیا من آیدین نامدار ندارم؟ والا راستش رو بخواید نه که نداشته باشم ولی اسمش ولع نیست از این مطمئنم که اسمش هرس و طمع و ولع نیست ولی برای من بیشتر این مهمه که از چه مسیری حرکت میکنم چه پله هایی رو بالاتر میرم با چه آدم هایی افتخیز میکنم و در واقع چقدر از خود فرایند دارم لذت میبرم بعد به همه اینها میشه رسید میدونید اگر ما بلد نباشیم از یک ماشین روندن لذت ببریم چه فرقی بین پیکان و لکسوس هست؟ شاید شما بگید که آقا تو لکسوس زوار نشدی نمیدونی چه کیفی داره باشه اگر کیفش به اینه که دیگران ببینند و بگن واو عجب ماشینی من اینو کیف نمیدونم خیلی هم در این موضوع در همین چنل یک بالاتر صحبت کردم این اصلا لذت نیست نه اگر شما واقعا لذت بردن حال خوب سفر لذت بخش تیه طریق خیلی دلچسب رو با پراید و پیکان هم بلد باشید مطمئن باشید لکسوس ها به صف کشیدن که بیان برسن و اون حال خوب رو ایجاد بکنن پس یک بار دیگر هم تاکید میکنم اصلی ترین و بزرگترین هدف ما از این زندگی لذت بردن هست آدم هایی که لذت بردن بلد نیستند حالشون قبل از رسیدن به هدف و بعد از رسیدن به هدف هیچ فرقی با هم نداره خیلی تلخ هست و مهم هست این جمله یعنی آدمی که شما شما اگر لذت بردن بلد نباشید چه فرقی میکنه که یه خونه رو بخرید یا نخرید یه ماشین رو داشته باشید یا نداشته باشید حتی اگر زاویه دید سلامتی رو بگذارید کنار چه فرقی میکنه شما وقتی لذت بردن از زندگی رو بلد نیستی چه فرقی میکنه که 130 کیلو باشی یا 70 کیلو باشی جنبه سلامتی رو میخوام بذاریم کنار ها خیلی از منظر سلامتی فرق داره از منظر اون حفظ جسم حفظ جان خیلی فرق داره ولی از منظر اون لذت چه فرقی داره حالا شاید بگید که آقای نامدار اوکی ما پیامت رو گرفتیم و متوجه شدیم که اصلی ترین و اساسی ترین هدف ما در زندگی باید لذت بردن باشه از کجا شروع بکنیم؟ من چند وقت پیش یه پادکستی منتشر کردم به نام لذتهای کوچک حال خوب بزرگ ببینید همه ما فرصتهای بی نهایتی برای لذت بردن از زندگیمون داریم اینکه بتونیم از یک کتاب خوندن لذت ببریم از یک چای خوردن لذت ببریم از یک آدمی که باهاش در رابطه عاطفی هستیم از یک فرزندی که داریم از یک دوستی که کنارش هستیم تجربه لذت رو در درک و دریافت بکنیم این فرصت در اختیار همه ما هست حالا تعدادی از ماها میخواهیم از این فرصتها استفاده بکنیم. تعدادی از ماها نمیخواهیم از این فرصتها استفاده بکنیم. و اگر شما جزبه آدم هایی هستید که الان به من میگید آقا برو با برادر نفست از جای گرم داره در میاد. چای خوردن دیگه چی هست؟ اونجا شما باید پس ذهنتون رو یک کنکاش و آنالیزی بکنید. ببینید که کجای لذت نبردن براش منفعت داره. کجای حال ناخوب براش منفعت داره شما به احتمال زیاد یا یک ذهن مسئولیت گریز دارید که همش میخواد بگه که اوضاع خرابه دست من نیست اگر اینجوری نبود اونجوری بود من حالم بهتر بود یا یک ذهن مهرطلب دارید که لذت میبره از اینکه حالش رو همیشه بد نشون بده تا دیگران بهش کمک بکنن دیگران بهش توجه بکنن دیگران بهش در واقع نگاه بکنن و یا اینکه شما یک ذهن در واقع ذهنی دارید که میخواد دیده بشه از طریق حال بد میخواد جلب نگاه و نظر رو بکنید چند تا آیتم دیگر هم میتونه وجود داشته باشه ولی مهم میره که شما بگردید ببینید پس ذهنتون چی میگذره که شما از لذت نبردن دارید لذت میبرید یه ذره عمیق و مهمی است تا اینکه شما از لذت نبردن لذت میبرید به این باید فکر بکنید وگرنه همه چیز همه چیز مهیای این هست که ما از زندگیمون لذت ببریم و لذت های کوچیک رو به هم متصل کنیم و حال خوب بزرگ بسازیم پس یک بار دیگر هم تاکید میکنم که اصلی ترین هدف همه ما در زندگی باید لذت بردن باشه اگر کاری رو میکنید که قرار در آینده نتیجه بده و شما در آینده یک لذت بزرگ رو تجربه بکنید ولی در حال حاضر حالتون با اون کار خوب نیست با بیدار شدن و شروع کردن و کار کردن و عرق ریختن و وقت گذاشتن و مطالعه کردن و یاد گرفتنش اگر حالتون خوب نیست شما حتی اگر برید به اون نتیجه قایی هم برسید حالتون خوب نخواهد بود پس بچسبید به اکنون بچسبید به آن چیزی که میتونه به شما لذتهای بزرگ بده و بدانید که شما باید لذتهای بزرگ تجربه بکنید وگرنه زندگی بیمنی خواهد بود خب اینجا پایان این ویدیو هست ممنون تا اینجا با من همراه بودید اگر تا اینجا سابسکرایب نکردید یه دکمه سابسکرایب بزنید کناش دکمه زنگوله در حالت آل قرار بدید و اینجا اونجایی است که قرار یوتیوب به شما دو تا ویدیو دیگر رو از این چنل پیشنهاد بکنه یکی از ویدیوها رو انتخاب بکنید و مسیرتون رو با من آیدین نامدار ادامه بدید منتظر نقطه نظراتتون هستم تا درود بدی در فراحق بدرود خدا نگهدار